سلام سلام امروز اومدم به یه سوال پرتکرار جواب بدم سوماس تو چی گوش میکنی پادکست چی گوش میدی در هر زمینه ای یه لیست درست کردم ده تا انگلیسی ده تا فارسی اولین پادکستی که من در زندگیم شروع کردم گوش دادن به زبان شریف فارسی چی بود ای گفتین؟ بی پلاس و چنل بی با این علی جان و این علیجان بندری اینو تعریف میکنه یه که نمیتونی بذاریش زمین تا تموم شه گوش کنی ادیو مرز و خانم مرزیه تولید میکنه و خیلی جالبه موضوعی که انتخاب میکنه خلاص درد مشترکی دارن این آدم یک موضوعی رو به صورت مشترک ما هم تجربه کردیم میره باشون مصاحبه میکنه یه سری سوال ازشون وقتی نارو گوش عالیه کس بعدی رو تراور نووا داره چون نو کامیدین استنداب کامیدینه یه مدت هم نات شو داشت انقدر سلیس و ربون رو جذاب دلیل نمیشه که اینا که من میگم بهترین برقی خوب نیستم من باید یه جوری محدود بهت بگم که چی گوش میدم و چی به درد من خورده اگه به درد تو هم به من میخوره برو گوش کن <متصفيق> سلام سلام حال احواله چطوره؟ چه خبر؟ کجا بودی؟ خوشحال شد زنگوله رو دیدی؟ راستشو بگو میدونی امروز مدام کار کنم؟ امروز مدام به یه سوال پرتکرار جواب بدم خیلی ازم میپرسین که سوماس تو چی گوش میکنی پادکست چی گوش میدی در هر زمینه در زمینه موسیقی در زمینه بچه داری در زمینه کار رو خودم نمیدونم های آزادم همه اینا خب حالا من یه لیست درست کردم ببین چه مرتب یه لیست درست کردم ده تا ده تا ده تا انگلیسی ده تا فارسی بذاریم چجوری قربت بگم اولین پادکستی که من در زندگی می شروع کردم گوش دادن به زبان شریف فارسی چی بود؟ ای گفتین؟ یه پادکستیه به نام بی پلاس و چنل بی که جفتشون جفت این پادکست ها مال آقای علی بندری عزیزم هستن علی جان بندری محتوای چنل بی از داستانهای واقعی میاد که حالا تو مقالای نیویورک تایمز کتاب اتفاق داکیومنتری و این علی جان بندری اینو تعریف میکنه یه که نمیتونی بذاریش زمین تا تموم هر گوش کنی اگه تا حالا چنل بی گوش ندی یا اگه همش گوش ندی به شدت بهت قبطه میخورم و هستودیم میشه به خاطر اینکه خب محتوای ناب نشنیده داری ببین حالا این از این بی پلاس چیه؟ بی پلاس یه پادکسته که در ارتباط با کتاب معرفی کتابه تا به امروز 95 تا اپیزود اومده از آف تودهی که من دارم اینو میذارم که این هست این یکی هست خلاصه کتاب باغبان و نجار دی گاردنر اند کارپنتر حالا به عنوان مثال دارم میگم که این یه کتابه که در مورد اکچولی ایده فرزند پروری که من نصف گوش دادمش من یعنی چیکار میکنه علی بندری میاد کتابو توضیح میده خلاصه میکنه به تو مختصر مفید میگه اگه دوست داری کتاب بری گوش کنی یا بخونی ماجراش سر اینه من تا حالا از این 95 تا امروز توی آدبل هم رو نگاه کردم اپش... اپلیکیشن آدبل اگه نمیدونین مال کمپانی امازونه و در واقع کتاب های شنیداری رو داره محتوای شنیداری اونجاست لام تا کلم تو آدبلم هم هست درس فکر کنم هست آره فکر کنم دیدم تو امازون هست آره خلاصه اپلیکیشن آدبل اینجوریه که تو میتونی ماهی د... 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 مبلغی رو پرداخت کنی بعد آبونمان بگیری دیگه ماهی یک کتاب گوش کنیم منم از زمانی که از ده سال پیش سریالی بود به نام ستایش ستایش هی اومدم اینجا دیدم همه دارم اون رو نگاه میکنم من گفتم من به جای که اون رو نگاه کنم میرم رو آدبل کتاب گوش میکنم شهرزاد اومد بیشتر دوباره لج کردم با خودم گفتم من اینا رو نگاه نمیکنم من رو کتاب گوش میکنم خالص مثلا من الان از توی کتابایی که توی بی پلاس علی بندری به ما معرفی کرده اون روز نگاه کنم من بالای نزدیک 80 تا شو دانلود کردم روی آداباد خریدم و گوش دادم یکی پرسید چه تو وقت میکنی می‌کنی کتاب بخونی دیگه وقتی وقتم آزاده میذارم میرم تخت گاز دیگه کار می‌کنم تو یوتیوب هم بی پلاس یه چنل داره که اون عالیه الان مطالب تاریخی رو میذاره مثلا راجب تاریخچه اصلا یعنی چیز خیلی جالب آخریش چی بود که من دیروز دیدم این آخری که من چند روز پیشا دیدم برمیگشت به تاریخ شهر پومپی یه شهری که تو ایتالیا آتش فشان روش ریخته و در حالی که مردم داشتن زندگیشونو میکردن همه رو پوشونده سوزونده و با خاک یکسان کرد با خاک یکسان کرده. اون زیر همه هستن و حالا این شهر رو بازیافت کردن علی حالا دوستا رفته شهر رو دیده تو اروپا و و خیلی توصیه کرد که اگه میتونیم بریم ببینیم, ببینیم من رفتم تو یوتیوب یا الان ویدیو رو میشتم ولی خب اون ویدیویی که گذاشته بودن که خیلی عالی بود خیلی به همه این هم مزه داد اینم از این اگه واقعا دلت میخواد محتوای خوب توی یوتیوب ببینی اون, اون چنل یوتیوب بی پلاس معرکه است چند تا پادکسته که به من داره خیلی کمک میکنه به خصوص از زمان قبل کووید پری کووید که من یاد گرفتم اطلاعات عمومی به یه روش خیلی خوبی رفت بالا یکیش استرینگ کاست استرینگ ساخته دو نفر شاهین جوادی نژاد و رضا حریریان خودش همیشه میگه میگه ما تو استرینگ کست از زمین و فضا و انسان داستان میگیم هر داستان واقعی درباره اتفاقات علمی هست اونجا هست و خیلی هم بر من جالب و درس آموزه استرینگ خیلی قشنگ این راویش هم خیلی با صدای خوب شروع میکنه تعریف کردن که آقا چه اتفاقی داره میافته مثلا در مورد قبل از کووید راجع به اسپانیش فلو صحبت کرد آنفلانزای اسپانیایی من واقعا وقتی کووید شده بود اصلا کل اون چیز اپیزود اسپانیش فلو رو دوباره رفتم گوش دادم ای و اینا همین دوباره اتفاق افتاده و یه جمله تو ذهنم مون گفتش که و های اسپانیایی همینجوری که یه دفعه اومد یه دفعه هم نیست شد ندارم چرا چه همش احساس کنم کووید هم همین کار با ما کرد I don't know. یه پادکست دیگه ایرانی میخوام بهتون بگم اونم اسمش هست راوی پادکست راوی خودش میگه که ما روایتگر قصه زندگی افرادی هستیم که چالشی تو زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه جالبه که خیلی قشنگ میگه اینا. و خوبی این پادکست هم اینه که قصه هاش هر کدوم هر اپیزود راجع به قصه زندگی یه نفره توش خیلی آدم های جالبی رو شناختم مثلا قنچه استوارنیا یکی از کسای دیگه ای که باش مصاحبه کرد و من از اون طریق شناختمش آقای سروش سلواتیانه یعنی میخوام بگم این شخصیت خیلی جالب با زندگی قصه زندگی متفاوتی خیلی زیادن اصلا برید توشون خیلی ها هستن من خیلی چیز یاد گرفتم پادکست بعدی چککشه. پادکست چکش و خانم سنم حقیقی ساخته بس بگم چند تا اپیزود رفته آیا از این همه اپیزود داره؟ کنم 23 تا اپیزوده ولی قصه رو خیلی قشنگ میگه و همش داره راجع به قصه های قوانین حقوقی موسیقی کپی رایت تابلوهای نقاشی اینا رو تعریف میکنه خیلی به نظر من جالبه خیلی به نظر من جالبه یه پادکست خیلی اینفورماتیوه مثلا من نمیدونستم که آدما که خارج از ایرانن بابت کپی رایت موسیقیشون تو ایران میتونن شکایت کنن و این تا حالا چند تا دات به نتیجه رسیده مثلا من نمیدونستم که اگر که تو زمان جنگ جهانی دوم کلی نازیایی بودن سر، از افسران نازی بودن که مثلا اثرات هنری رو با قرامت برده بودن و بعد این اثرات این نقاشی و اثر هنری و چیزای عتیقه رو صاحبانشون تونستن از طریق دادگاه های بین المللی پس بگیرن انقدر این قصه ها جذابه که حد نداره خیلی هم قشنگ تعریف میکنه دوست دارید اونم گوش کنید پادکست دیگه ای که دلم میخواد گوش کنین اگه دوست داری پادکست آلبومه پادکست آلبوم آقای بردیاد تولید میکنه اونم خیلی جالبه قصه زندگی و تاریخچه به وجود آمدن گروه های موسیقی آلبوم های موسیقی یا ان... یا آرتیستای موزیسین میگه خیلی جالبه مثلا من ادل و... من تقریبا همشو گوش دادم جز این هفش ماه گذشته ادل مایکل جکسون گروههای ام... گروه های موسیقی خیلی معروف گانزن روزز جان لنون جورج مایکل پینک فلوید خلاصه خیلی باحاله من خیلی دوست دارم از قدیم 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 یا گروه قدیمی تا جدید یعنی تو قشنگ میدونی مثلا راج عدل تک تک آلبوم ها رو گفت 20 21 اصلا یعنی کیف میکنی وقتی گوش میکنی که این چجوری این آلبوم ها رو دونه دونه درست کرده ایده موسیق... هر ایده هر قصه پشت هر کدوم از اون آلبوم چی بوده خلاصه اگه موسیقی موس... موسیقی دوست داری به آهنگ‌ها و آلبوم های مختلف آرتیست های موسیسین علاقه مندی این پادکستی که میتونی بری سراغش من اینجا پرانتز باز کنم و حالا آخرش هم باز میگم دلیل نمیشه که اینا که من میگم بهترین بقیه خوب نیستم من بعد یه جوری محدود بهت بگم که چی گوش میدم و چی به درد من خورده اگه به درد تو هم میخوره سلیقت به من میخوره برو گوش کن خب پادکست بعدی رادیو مرز رادیو مرز و خانم مرزیه تولید میکنه و خیلی قشنگ میره راجع به یک ات... یک اتفاق یا یه ماجرایی که یه سری آدما ها باهاش درد مشترک دارن مثل اعتیاد مثل خودکشی مثل جنگ مثل سربازا ها. سربازایی که مثلا از جنگ برگشتن خیلی انا مثل کسایی که با پدر مادرشون یه مشکل دارن مثل کسایی که مهاجرت کردن مثل کسایی که عزیزاشون مهاجر کردن خودشون موندن مثل کسایی که والدین معتاد داشتن خیلی جالبه موضوعی که انتخاب میکنه خلاصه درد مشترکی دارن این آدم یک موضوعی رو به صورت مشترک ما هم تجربه کردن میره باشون مصاحبه میکنه یه سری سوال ازشون میپرسه وقتی اینا رو گوش میدین. ای خدا ای خدا عالیه خیلی زمان میذاره دمت گرم مرزی اگه میبینی دمت گرم اگر هم نمیبینی هم باز دمت کرد اینم گفتم اگه با فوتبالی هستی دیگه من اصلا جایگاهی برای گفتمان ندارم چون فوتبالی یعنی کسی که اهل فوتباله دیگه خودش میدونه چی چیو باید بره ببینه عادل فردی عادل فردوسی پور و فوتبال 360 من نمیدونم چقدر الان الانم یه مدتی جام ملت های اروپا چیه ببین چیزو محمد بهرانی رو آورده امیر مهدی جوله ه... چند،, شب پیش مهمونشون بود ببین من کیف کردم و صادقانه بهت بگم تمام مدتی که داشتم اون گوش میدادم گوش میدادم دیگه چون یوتیوبه میتونی گوش کنی چیز خاصی نیست مردانش دارن حرف میزنن هوکرز قیافه نمیخواد ببینی ولی مثلا مثل پادکست علی بندری نیست که هر لحظه داره صفحه عوض میشه باید ببینی چه خبر اینو میخواستم بگم داشتم ترشی درست میکردم سیبای چاقال سیبای حیات چیده بودم داشتم ترشی گوش درست میکردم و این پادکست دیدم و خیلی به مزه داد ببین عادل دمت گرم واقعا آدم حسابیه نه به خدا پادکست بعدی پادکست روخه رخ من چی شده بود خدایا یه دفعه چهار چنگولی افتادم سر رخ مریض شدم در حد رخت خواب که اصلا سرم بیارم بالا بعد دیگه خوابم نمی بردن خوابیده بودم ببین من قبلش یه خورده رخ گوش دادم ولی دیگه گذاشتم تو کارش خیلی هم خلاصه کتاب داره تاریخی هم در مورد اتفاقات انسانهایی که تو تاریخی کاری کردم مثل ناپلون مثل نمیدونم بذ بگم کی گوچی نمیدونم اصلا یعنی ببین میخوام بهت بگم بعد مثلا رفته بود لبنان راجع به تاریخچه لبنان و اصلا هم کوتاه داره هم بلند مثلا نلسون مادلا تو دو قسمت بود خیلی قشنگ اطلاعات میده خیلی جالبه اگه اهلش هستی که معلومات رو میتونی ببری بالا اطلاعات تو به اتفاقات انسان ها و کشورها و شهرهای مختلف ببری بالا رو خون که باید بری خیلی هم مستند و خوب پادکست رو تولید میکنه نه. تو یوتیوب من همیشه میبینم چون تصویر هست البته خیلیش رو فقط گوش دادم فرصت نکردم نگاه کنم اکس مکس ولی بی نظر. مثلا دوستاتش سه چهار بار دیدم عالی بود ای خدا این دختر آرتیست مکسیکی اسمش چی بود راجب اون چقدر قشنگ اصلا خیلی خوب بود اگه دوست داریم بریم ببینیم و اما اگه اهل فیلم و سینما هستین امکان نداره که من الان اینو بهت گفته باشم حتما احسان منصوری عزیزم رو میشناسی ببین مم. من صادقانه دفعه اولی که گوش دادم یعنی روشن کردم روی یوتیوب نگاه کردم با خودم گفتم با این کیه چقدرم خوش صداست و چقدرم به به صدای خودش قربست نمیدم چه این رو گرفتم ولی با خودم گفتم سوام از دو دقیقه بهش فرصت بده یه دلیل داری که از چند نفر توی یه هفته ازش شنیدی ببین نشستم سرش و تا به امروز من معتاد آقای احسان منصوری هم. تو در واقع با چنل احسان منصوری تصمیم میگیری چه فیلمی رو ببینی اون فیلمه قبلش به اطلاعاتش داده میشه که این فیلمه تو چه ژانریه ام، رأی خود احسان چیه بهش ارز بزرگتون چی تومیتو تو خلاصه رأی حیات جوری چیه رأی مردم چیه این چه مدل داستانیه قشنگ انگار که یکی از قبل بدونی که اسپویلش کنه همه رو توضیح میده ویدیو هم داره که میاد میشینه راجب محتواش صحبت میکنه ولی اول میگه این سپویلر. من کلی سریال از توش پیدا کردم تماشا کردم به هر فیلم و سریالی خودم یکی بهم به میگه میرم سرچ میکنم تو کانال احسان منصوری ببینم راجبش چی گفته اول ریویو احسان رو گوش میدم اگر به دلم نشست میرم خیلی از فیلم سریالی که گفته خیلی هم تعریف کردم ولی مثلا تیپ من نیست دیگه نگاه نکردم مثلا یکی از بهترین سریالای مینی سریالایی که من تماشا کردم در تمام طول عمرم که بر خود احسانم مسج دادم بهش گفتم اسمش هست دی آفر که در واقع قصه مجبورم تبلیغ تبلیغو مینی بکنم قصه نحوه درست کردن درست شدن فیلمه قسمت اول فیلم پدرخوانده است گادفادر ببین یعنی همسر من میرفت می میگفت تو چته میگفتم با من حرف نزن من دارم از تک تک این ثانیه های این سریال لذت میرم بی نظیر بود دمت گرم احسان که اینا رو به ما معرفی میکنی مرسی واقعا پادکست بعدی که من داشت کردم اونم مثلا 7-8 ماهه و دارم نگاه میکنم و خیلی دوستش دارم گوش میدم به نام رختکن بازنده هاست آقای بهزاد بومرانی که خواننده هستن ایشون و بند دارن ایشون اینو تولید کردن بی‌نظیره من عاشق های خود بهزادم توش قشنگ میشینه یه ساعت دو ساعت خدا میدونه خودش میگه نصف روز با آدم مصاحبه میکنم یه نفر میاره که به نظر اون خودش و اون آدمه اون آدمه فکر کنه بازنده است تو زندگیش باخته و واقعا بعضیشون بد باختن یه بارم نباختم 60 دفعه خوردن زمین پا شدن. خوردن زمین پا شدن خیلیشون آدمایی که مثلا یه کوچولو تو جامعه شد شناخته شدن ولی من توصیه میکنم که ببین چون واقعا دیدت نسبت به باخت تو زندگی عوض میشه ماها همه جمیعا برنده ایم به خدا حالا میریم سراغ پادکست های انگلیسی اولیش سوپر سول سانده که اپرا فری میشینه با آدم های متفاوت یا نویسنده ها یا موزیسین و خلاص آدمایی که یک یک, یک, یک سهمی در دنیای اطراف ما دارن میشینه مصاحبه میکنه مصاحبه های اوپرام که بهترین هاست به خاطر اینکه من قبلا هم اپرا شوش رو میدیدم و من اپرا رو خیلی دوست دارم اوپرا بر من خیلی آدمه اینسپایرینگ و الهام بخشی دومی پادکست تونی رابینزه حالا من از تونی رابینز چی دارم اینم باید بگم این دیگه فقط پادکست نیست من اپلیکیشن خود تونی رو دارم که خریدم و پروداکت ها رو خریدم دوره ها رو توش خریدم من مثلا شاید اگه شده روزی نیم ساعت روزی خیلی وقت زیر دوش حتما تونی رو گوش میدم یعنی یعنی اونجوری مغزم باش کار میکنه من دوست دارم بر من کار میکنه نمیتونم بگم ولی بر من کار میکنه بعدی پادکست هیوبرمن لبه که دیگه دیدین دیگه من توی پادکست خودم هم چندین تا از مقاله هایی که رو هیوبرمن معرفی کرده خلاصه کردم و گفتم آشن چالش برانگیزه یه تخت حرف میزنه آرون وای نمیسته دوستا دانشگاه پروفسور دانشگاه استنفورد ماشاءالله دا میره یعنی من یه جای قطع میکنم میگم خب چی گفت بعد خیلی وقتا من لغت ها رو در میارم مثلا نمیفهمم انقدر لغت ها تخصصی ولی من دوست دارم غیر تخصصی هم حرف میزنه ولی بیشترش تخصصی هوبرمن رو بعد اعصاب داشته باشی ولی خیلی خوبه اینم گفتم پادکست بعدی که در ارتباط بزرگ کردن کودکان هست اسمش هست Raising Good Humans من این پادکست رو خیلی دوست دارم اینا رو همجور بزنی توی یوتیوب تو همه جا هست تو اپلیکیشن های پادکست پادگیر هستش اونم راجع همین مختصر مفید پادکست بعدی خانم استر پرل که من راجبش یه دونم اپیزود در مورد خیانت تو پادکست گفته بودم خانم استر پرل ام... که ایشون چیکار میکنه ایشون م... کاپلا رو بدون اینکه انانه مثل بدون اینکه اسم... اسمشونو اسمشون رو بگن صداشون رو فقط میذاره با کاپلا یه جلسه تراپی داره خیلی مختصر مفید و میزنم تو خال خیلی بر من جالب من زمان کووید که با کاپلایی که به خاطر کووید یا توی خونه زندونی شده بودن یا دور مونده بودن و بینشون هزار تا مکافات ایجاد شده بود با اونا صحبت میکرد من با اون با استرپلر آشنا شدم اسم پادکستش هم هست Where Should We Begin ببین یه چیز جالب بگم بزنم اینجور میبینی شبیه پرت چه من اینو میبینم پرشم ایران میفتم اسم پادکستش هم هست Where Should We Begin پادکست بعدی رو تراور نووا داره چون نووا کامیدیان استند یه مدت هم لیت نات شو داشت الان پادکست چی اسمش وات نا رو داره وات نا بعد ببین آدم حسابی مثلا بیلگیت باش مصاحبه کرد خیلی آدم حسابی هم باش مصاحبه میکنن این چیزای فاوندرای چت جی پی باش مصاحبه کردن خیلی خوبه اگه این کاره برو نگاه کن من خیلی مثلا مدل 700 تراور خیلی دوست دارم سلیس و روون و کنه یه پادکستی که جدیدا شروع کردم به انگلیسی دارم گوش میدم اسمش هست That Was Us اگر سریال This Is Us رو دیده باشین That Was Us و سه تا از هنون چیزهای بازیگره This Is Us نشستن دارن همجوری اپیزود به اپیزود در مورد اتفاقاتی که در موردشون افتاد چجوری انتخاب شدن هر اپیزود چجوری پیش رفت اصلا قرار بود اینشیالی چی باشه نویسنده گفت چه تغییراتی ایجاد کنن خلاصه اگر This Is Us باشید That Was Us is the place to go یه پادکست دیگه هم دارم به نام کال هر ددی کال هر ددی رو یه دختر جوانی به نام الکس کوپر داره خیلی ها بر علیهشن چون میگن این چیز ورژن خانوم جوروگنه ولی به نظر من اصلا یه سری مصاحبهاش حرف نداره با دوستتو تو صحبت کرده جالبه منو اکسپوز کرده به یک یه خورده به جنزی و دوم این که what's going on really من call her daddy رو به والدینی توصیه میکنم گوش دادنش رو و به جنریشن و به جنریشن اون والدین البته بچه های اون والدین بیشتر به والدینی توصیه میکنم که الان تینیجر دارن یا بچه هاشون تو دهه 20 بیست 20 سالگی هن. خیلی بهتون کمک میکنه در که بهتر داشته باشی وقتی خارج از ایران اینا ببین بهت کمک میکنه بفهمی داری چی کام کنی با خودت انقدر شاغلوز با بچه حرف نزنیم اونا اصلا ذهنشون یه دیگه است من از وقتی با دارم کالر دادید و نگاه میکنم اصلا نحوه فکر کردن حرف زدن اصلا اون چیزایی که برام قف بوده به خدا من بین نشستم من خیلی آدم روشن فکریم <laughs> خیلی ذهنم باز شده چه تو محتوایی که دارم تولید میکنم از همه مهمتر تو درک کلاینت های جوونم خیلی ذهنم باز شده ببین حالا حالا میخوام بهت بگم من برای فان چیکار میکنم چون اینا همه چیزای جدیه حالا یه سریاش بیا ذره مثلا هابی دانستن آدم کیف میکنه ولی بقش برای فان من برای فان دوتا کار میکنم یک هر چند وقت خیار هم جو سریال فرندز رو میزنم فرندز تو یوتیوب هر چی تیکه تیکه از این برام بار میاد تماشا میکنم خیلی حالم خوب میشه یا چیزا مادرن فامیلی رو, رو. میزنم تو یوتیوب هر چی میاد هم گوش میکنم ذره باشون میخندم حالم خوب میشه یا مثلا کلا قرمزی رو هم تیکه های اون میاد حال من خوب میشه یا در قسمت فارسی همچنان میرم تو کانال یوتیوب مکسمینی یا مازجبرانی من با جوک های اینا میخندم یه ذره حالم خوب میشه حواسم برمیگرده سر جاشو برمیگردم به زندگی ببین امیدوارم که اینا به دردتون خورده باشه شد ده تا محتوای فارسی ده تا محتوای انگلیسی پادکست و یوتیوب چنل انگلیسی که من همیشه گوش میدم و در مورد بعد تقریبا میشه گفت همه چی داره کاور میکنه موضوع خود باش بر من بنویس تو دیگه به چه چیزایی گوش میدی چی بر تو جذابه در کنار لام تا کلام برام بنویس